بنهايات عزيز دوست داشتنی من آذر آمدیم به پروگرام حروفای مدی مد گفتیم چی است مدی که میگیم یعنی در ترکیب خود مد داره ما گفتیم که همیشه برای شما این درس تشریح کردیم الیفی که در اول الف و آمده از خود آواز و صدا و کدام معنا و مفهومی نداره باز وقتی سوال دادیم خیلی الیف وقتی که یک چیزی بیکاره باشد چرا در سر الیف با برای ما آورد که الیف با تا سا خواندیم درست؟ ما گفتیم بخاطر از این خواندیم که اگر الیف حرکات بتیم چی میشه؟ کی گفته میتونه؟ همزه میشه خواستیم برای الیف حرکات دادیم همزه میشه الیف زبر ا همزه زبر ا هر دو شکی الیف زیر ای همزه زیر ای الیف پیش او همزه پیش او هر دوش چی شد؟ وقتی که برای الیف ما چی دادیم؟ حرکات دادیم پس چی آوازی چی را داد؟ آوازی همه همزه را داد درست شد؟ ما گفتیم باید گفتیم که وقتی که همزه آوازی همزه را میده یک دونه همزه داریم باز چرا یک الیف دیگر را در برای از او همزه آوازی داد؟ ما گفتیم که در جایش میه برای مقبول نوشته کردن که به جای همزه الیف نشته کنین مقبول میه و دومی که گفتیم الیف اگر در یکی از حروفای دیگه بسپاریم چی میشه؟ مد میشه درست است؟ مثلا الیف در جای زبر در بالای الیف ببانیم او میشه مد مثلا با الیف زبر با میشه درست؟ سین الیف زبر سا یا الیف زبر یا بلند میره امی که ما کشش میکنیم یا با تا میخوانیم امیره چی میگه؟ مد میگه درست است؟ پس این حالی ما گفتیم این مد مدی چی شد؟ مد طبیعی شد این مد طبیعی گفتیم سه شکل داره یکی که به زبر به جای زبر الیف بیایه به آسمان بلند میشه دیگریش گفتیم اگر زیر داشت برای زیر که یا آمد که حالی میخوانیم برای زیر هر حروفی یا سکین بیایه این چی میکنه میره در یا میچسبه یا را کش میکنه پایین اگر پیش داشت برای از این پیش ووی سکین آمد باز این پیش روی تایر موتروری سری عظمی وو پیش میره مثلا اگر تاس در سرش پیش است وقتی که وو آمد تا وو پیش تو میشه انشالله فهمیده؟ بله ما نمیتونیم باز بگویم که تا وو پیش تو اگر در قرآن دیدین این شکل خواندن اشتباه است باید چی بخوانیم؟ تا وو پیش تو را تو بخوانیم اگر تنها تا بود و پیش داشت باز را چی میخوانیم؟ تو درست؟ بسیار کوتاه میگیم کوتاه یک چیزایی که در گرد نوایی خود یادم است تو یک چیزی که در دور است درست است؟ اونجا میگیم نمیگیم اونجا اونجا که بگیم یعنی اونجا یا اینجا یا اینجا میشه نه؟ اما بگیم که اونجا این دراز میشه دور میده درست شد؟ امیره چی میگه؟ امی حرفایی که به دور اشاره میکنه یا علیفی که بس آسمان بلند میشه یا در زیر کش میشه این میاره مدی طبیعی میگه چرا طبیعی میگه؟ از خود عظمی حروفا یک کشش پیدا کرد این مدی طبیعی میگه انشالله که فهمیده؟ چرا از خود حروف طبیعت چیزی را که از وجود خودش جور کنیم درست است؟ آلی ما میگیم طبیعت میریم ششلیک میکنیم طبیعت چی را میگه؟ این جایی میریم که علفای خود روی باشن خود علف از زمین خودش سبز کرده کسی دیگه او را کشت نکرده باشه یعنی دهقان کشت نکرده باشه خودش سبز شوه این طبیعت این درختایی که در بیرونا میبینین این خود سبز کردگی است امیر طبیعت میگه پس مدم از خود حرفاش یک حرف نیه که از او کمک میشه مد تشکیل میکنه آیا امیر مدم ما میخوانیم برای الیف زیر آمده برای زیر عزی یای سکین آمده با آمده برای با زیر آمده برای زیش یک یای سکین آمده ببینین که کلی از این با کشش خوانده میشه این امیر ما شما چی میکنیم؟ پرکتش میکنیم حالا ببینید الف یا زیر ای بگوییم الف یا زیر ای ماشاءالله این امیره ما نمیتونیم بگوییم الف یا زیر ای اگر الف یا زیر ای بگوییم پس اینمی کلان یا را ما نخواندیم درست؟ تنها چی را خواندیم؟ تنها اینی الف زیر ای را خواندیم اگر ای یا را کتش بخوانیم ای را کش میکنیم زیر چی میشه؟ الف یا زیر ای بگوییم الف یا زیر ای ماشاءالله با اینی چوچگاه کش بس شما خواندین بعد از الفا یه حرفا را خواندین کلی تا میدانین با یا زیر بی با یا
زر تی تا یا زر تی تا یا زر فی سا یا زر فی سینه تی وقتی که حرف تا تا میگم حرف تا را میگم براتون نوک زبانتون در نوک دندان ها میگیرین جیم یا زر جیم جیم یا زر جیم ها یا زر حی ها یا زر حی خو یا زر خی خو یا زر خی دال یا زر دی دال یا زر دی ایره ما برتون یک خطش خواندم ما بعد از این را همه کش وظایف خانگی تاد میشه که برای این مدام در خانه تمرین بکنیم و من الله توفیق.